سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید. امروز از کتاب مقام زن در ادوار تاریخ نوشته آقای علیرضا انصافپور یک بخش جالبیش به اسم برتری زن بر مرد یا همون دوران مادرشاهی رو انتخاب کردیم که براتون خوندیم. مرسی از اینکه ما رو تماشا میکنید. امیدواریم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار بگیره. لطفا ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و ممنون میشیم ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید و اگر انتقاد یا پیشنهاد از حتما توی کامنت ها برام بنویسید. سپاسگزارم. آثار برتری زن بر مرد یا دوران مادرشاهی، از کتاب قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ نوشته غلامرضا انصافپور. دورانی که زن مقام سروری بر اجتماع و مرد را داشته نسبت به مدت زمانی که تحت انقباد مرد درآمده بسیار طولانی تر بوده است. این دوران که قسمت اعظم آن مربوط به اعصار ماقبل تاریخ بوده تا 5000 سال بلکه بیشتر می رسید و در تاریخ جامعه شناسی به دوره مادرشاهی معروف است که از اواسط عصر حجر تا آغاز عصر آهن ادامه می‌یابد. از اواسط عصر حجر تا دوران عصر آهن، چون هنوز وسایل کار یا ابزار تولید در مرحله ابتدایی بود و آنچنان تکاملی نیافته بود که بتوان به وسیله آن تولید اضافی و یا ارزش اضافی حاصل کرد، هر فرد از افراد بشر نمیتوانست خوراک و مایحتاجی بیش از رفع حاجت یک نفر تولید کند. از این رو در این مرحله، چون هنوز ارزش اضافی و یا محصول کار اضافی ممکن نبود به آسانی به دست آید، کسی به فکر تصاحب و سوء استفاده از نیروی اضافی کار دیگران نیفتاده بود. همه با هم کار می کردند و دسترنج خود را به میان خانواده و یا اجتماع می آوردند و مادرشاه آن را میان افراد توزیع می کرد. بشر در این دوران در اجتماعی آزاد و بدون مراتب بالاتر و پایینتر و بدون ارباب و یا ترس داشتن و نداشتن زندگی می کرده است. جامعه شناسان این دوره را غیر از دوره مادرشاهی، دوره کمون، یعنی دوره آزادی بشر از اسارتهای اقتصادی نیز نامیده است. ویل دورانت در این باره در تاریخ تمدن خود می نویسد زن در این دوره از حیث بلندی قامت و بردباری و چاره اندیشی نه تنها دست کمی از مرد نداشته، بلکه موجودی بوده کاملا نیرومند که می توانسته ساعات درازی به کارهای دشواری بپردازد و به هنگام حمله دشمن به خاطر فرزندان و عشیره خود تا سرحد مرگ بجنگد. در دوران مادرشاهی، حق فرمانروایی، حق قضاوت، حق توزیع و اداره امور خانواده و اجتماع و آنچه که زندگی دست جمعی بشر وابسته به آن بوده، همه در دست و اختیار زن بوده است. در آن روزگار که زن فرمانروای مطلق مرد و مرکز اتکای جوامع ابتدایی بشر بود، مرد غالبا استراحت میکرد و فرزند همین که بالغ میشد از مادر جدا میگشت. ویل دورانت می نویسد نظم خانواده در ابتدای امر متکی بر مادر بود و پدر منزلتی ارضی داشت و ناچیز بود. زن که در این دوره هنوز تحت تسلط اقتصادی و تملک قهری مرد در نیامده بود و شخصیتش سرکوفته نشده بود، اندیشه و خرد و استعدادی آزاد داشت و با کمال قدرت بر کلیه اموری که بر آن حکومت می کرد مسلط بود و تمام مسائل را به عدالت حل و فصل می کرد. در این عصر بوده که خدایان به شکل زنان زیبا و خوشندام و مظهر خرد و دانش تصور می شدند و مرد به قبیله زن می رفته و برای او کار می کرده است تا بتواند با او ازدواج کند. در این دوران زن نه فقط دوش به دوش مرد کار می کرده، بلکه علاوه بر این به خاطر فرزند زادن و هنر ابتکار و قدرت سرپرستی و خصال مهرورزی و عطوفت پروری مظهر حیات و آفرینش نیز بوده است.
از نشانه های قدرت زن در عصر آهن تصاویر و نقوش و مجسمه های بسیاری است که به صورت های الهه، ملکه، شهبانو به دست آمده که یکی از آنها منباب نمونه مجسمه برنزی ملکه ناپیراسو است که همکنون در موزه لوور فرانسه می باشد. بنا به نظر باستانشناسان این ملکه بر اقوامی فرمان روایی داشته که از مردمان آریایی بودند و برای سکونت به حدود ایلام آمدند و به تدریج آنجا را متصرف شدند و گفته شده که این مردان کاسیت نام داشتند که بعدها در کوههای زاگرس تا نزدیک کرمانشاه میزیستند. سرچشمه شناسایی تمدن انسانهای اولیه که مربوط به دوران مادرشاهی است در مواردی بسیار در میان قبایل ابتدایی معاصر دیده شده. مثلا در اوایل سال 1935 روزنامه ها خبر دادند که مکتشفین در گینه جدید به سرزمینی دست یافتند که دارای تمامی مشخصات زندگی دوره اولیه بشر، یعنی دوره ماتریاکال مادرشاهی بوده است. و غیر از این سرزمین های دیگری هم دیده شده که در همین مرحله از تکامل اجتماعی بدوی بودند. در این اجتماعات ملاحظه کردند که انسان‌ها به صورت دست جمعی زندگی می‌کنند و تمام افراد که به صورت دسته‌های 30-40 نفری خانوادگی هستند، از زن و مرد و کوچک و بزرگ، هر کدام تحت سرپرستی زنی به جمع آوری میوه و کندن ریشه‌های خوردنی درختان و شکار پرندگان و صید ماهی اشتغال دارند. اینان ابزارهای کار خود را از سنگ و یا چوب درست می کنند. چوب را برای کندن و حفر زمین و صید حیوانات به کار می برند و تیغه تیزی از سنگ بنوک چوب تعبیه می کنند و به طور کلی ابزارهای خود را از سنگ و یا چوب می سازند. در این اجتماعات زنان مقامی برتر نسبت به مردان دارند و شغل آنها عموماً جمع‌آوری حبوبات و سایر مواد خوراکی نیز می باشد. در این اجتماعات کار دست جمعی است و همه با هم کار می کنند و همه با هم می خورند و همه چیز را به طور مساوی میان جماعت تقسیم می کنند. یکی از قبایل هندی آمریکایی به نام ایروکس در قرن اخیر هنوز دارای تمام خصوصیات اجتماعات اولیه بوده است و یکی از سیاحان زندگی این قبیله را چنین تعریف می کند. هر چیزی که افراد خانواده از طریق شکار حیوانات و یا صید ماهی و یا زراعت به دست می آورند همه به یک انبار می رفت و تمام افراد خانواده از ذخایر عمومی زندگی می کردند. در هر منزل یک یا چند اجاق وجود داشت که هر کدام تحت نظارت یک مادرشاه اداره می شد. بدین ترتیب که بعد از اینکه مردان خوراک هر روز خانواده را در اجاقهای مختلف تهیه می کردند، مادرشاه را صدا می زدند. او خوراکها را میان اعضای اجتماع خانوادگی تقسیم می کرد. باید دانست که در چنین جوامعی زنان با اینکه از لحاظ مقام شخصیتی برتر و ارجمندتر از مرد داشتند، معهازا هر دو دارای حقوق و منافع و کار مساوی بودند. زن در قبایل مازایی در کنیا تا پیش از باز شدن پای اروپاییان به دانجا مقام و رتبتی برتر از مرد داشته، ولی امروز تا حدود زیادی آن امتیازات را از دست داده و با کمی برتری از مرد تقریبا به طور مساوی با او زندگی می کند و نیز زنها در گینه جدید امر معیشت خانواده را به عهده دارند و شوهرانشان تمام روز را در کلبه به نی زدن و خودآرایی و یا در همان حوالی کلبه با گل و سبزه می گذرانند. حتی در بعضی قبایل آفریقا هم دیده شده که زنان به کارهای مردان اشتغال دارند و در تمام روز در بیشه ها کار می کنند و مردان مانند زنان دوران اسارت در کلبه نشستند و تا آمدن سرپرست خود به آرایش خود می پردازند. این مردان تحت تسلط زنان هستند و همیشه چشمهایشان به دست آنهاست. زنی به نام مونیک بنالشارد که از جهانگردان جسور و شجاع جهان است و قسمت اعظم عمر خود را در خطرناکترین نقاط جهان گذرانده
و از آلاسکا و جنگل‌های آمازون گرفته تا سرزمین‌های ناشناخته آفریقا و استرالیا را به زیر پا گذارده، می‌نویسد: در سرزمین توارخ که در آفریقای مرکزی و جنوب لیبی واقع است و تقریباً 5 برابر فرانسه وسعت دارد، مردم تمام صورت و سراپای خود را حجاب کرده و زنها برعکس نقاط دیگر اسلامی جهان روی گشاده و بدون حجاب آزادانه با هر کس روبرو می شوند. آنچه که در این سرزمین نهایت تعجب مرا برانگیخت، مسئله نفوذ خارق‌العاده زنان بر مردم بود که تصور میکنم بجز در این منطقه در هیچ جای دیگر جهان چنین وضعی که حاکی بر سلطه زنان بر مردان است وجود نداشته باشد. در جزایر پلبو هرگز رئیس قبیله به کار مهمی دست نمیزده مگر اینکه قبل از آن نظر شورای خاصی را که از پیرزنان تشکیل میشده جلب میکرده است. در قبیله اسیروگوا حق زنان در شورای قبیله در رأی دادن به اظهار نظر کردن با حق مردان برابر نیز بوده است. همچنین زنان هندی سنکا آنچنان قدرتی داشتند که انتخاب رئیس قبیله با آنها بوده است. در کتاب تحولات اجتماعی آمده در دوران مادرشاهی فعالیت کشاورزی و اقتصادی با زنان بوده. به همین جهت مردان برای زنان ارزش و مقامی بزرگ قائل بودند. زنان مظهر نعمت و فراوانی به شمار می رفتند و قوام و دوام اجتماع را وابسته به آنها می دانستند و مردم به اجداد مادری خود احترام می گذاردند. در اجتماعات قبیله‌ای زنان و مردان با حقی مساوی رؤسای خود آنها را انتخاب می کردند و راجع به جنگ و صلح تصمیم می گرفتند. در آن دوران غالباً رؤسای قبیله از بین زنان انتخاب می شده و از همین روز که این دوره را دوره ماتریکا یا مادرشاهی می نامند. در اجتماعاتی که در مرحله مادرشاهی بودند به طور کل همه مشترکاً کار می کردند و کلیه اختلافات و دعاوی خیلی زود و به طور دست جمعی حل می شد و فقر وجود نداشته است، زیرا افراد آن اجتماعات که عموماً به طور خانوادگی زندگی می کردند از پیران و بیماران و کسانی که در شکار علیل شده بودند به سائقه حس مهر و عطوفت زن در مسائل عمومی سرپرستی می کردند. فردریک یکی از فلاسفه آلمان می نویسد زنان و مردانی که از این قبیل اجتماعات به وجود می آیند دارای چنان شخصیت بی‌آلایش و سرشار از درستکاری و شهامت هستند که سفیدپوستانی را که به آنها تماس یافتند گرفتار بهت ساختند. دوران مادرشاهی چه در 6-7 هزار سال پیش و چه نمونه هایی که در 1-2 قرن اخیر در میان قبائل ابتدایی کشف و مطالعه شده غالبا از انسانی ترین دوران های مناسبات تاریخ زندگی اجتماعی بشر بوده است. ولی در بعضی دوران تسلط زنان یعنی مراحل کاملتر آن مواردی دیده می شود که نشان می دهد زنان گاه نیز مقررات یک جانبه به سود خود وضع می نمودند. در حدود 2000 سال قبل از میلاد در سرزمین مینه نواحی حبشه و مصر که قرنهای متمادی حکومت مادرشاهی بوده است نمونه های زیادی از قوانین موضوعه به سود زنان را به دست می دهد. در این زمان‌ها شاهزادگان زن با اینکه برادر بزرگتر داشتند معهازا خود ملکه می‌شدند و به تنهایی فرمان روایی می‌کردند. این شکل حکومت در مصر نخست در شهر تب و سپس در مرو نیز دیده شده است. از بارزترین نمونه‌های این گونه حکومت‌ها دوران سلطنت ماکدا ملکه مقتدر سباست که هرچه آیین گذاشت غالباً به سود زنان بود. ملکه ماکدا سبا حتی به زنان قلمرو خود حق داد که شوهر برای خود بخرند، همونطور که بعدها مردان حق داشتند کنیزکانی بخرند و با آنها ازدواج کنند. در مصر قدیم ضمن قباله ازدواج قید می شد که مرد باید از زن خود اطاعت کامل بنماید. دیودروس سیکولوس می نویسد یکی از شرایطی که در قباله ازدواج مصری ها ثبت می شد اطلاعات کامل مرد از زن است. ویلدورانت می گوید زنان مصر قدیم در زندگی زناشویی و خانوادگی خود دارای قدرت مطلقه و کاملی بودند.
به طوری که حق فسخ طلاق و نکاح از حقوق انحصاری و اختصاصی آنان محسوب می شده است. ویلدوران در جای دیگر کتاب خود اضافه می کند گرچه به هنگام غلبه اقوام یونانی بر مصر این حقوق از زنان مصری سلب شد و به دست مردان افتاد، معهازا سالیان درازی قاطبه زنان طبقات پایین مصر از این حقوق برخوردار بودند. گاه نیز قدرت حاکمیت زنان به پایه‌ای می رسید که مردان را به کلی مقهور و تحت انقیاد خود در می آوردند. مانند زنان جنگجوی آمازون که با یونانیان جنگ ها کردند و فردوسی در شاهنامه از آنان به نام زنان هروم نام برده و گفته است که اسکندر از جنگ با آنها احتراز کرد. این زنان به اندازه نسبت به فرمانروایی مردان کینه می‌ورزیدند که به هر جا مردان حکومت داشتند حمله می‌کردند و آنها را بی‌دریغ می‌کشتند. به طور کلی زن در مصر باستان فرمانروای خانواده بوده و مرد در امور زندگی مطیع محض و صرف او بوده. هر مرد که وارد خانه خود می شده مجبور بوده از بزرگی و سروری خود را کنار بگذارد و در برابر زن خیش چون بنده زرخرید باشد. مردان مجبور بودند دستمزد خود را بدون آنکه در آن دخل و تصرفی کنند به خدمت بانوی خود آورده تقدیمش کنند و زنان مختار بودند آن پول را بدون اجازه شوهر و مشورت او خرج نمایند. مصریان معتقد بودند که خدایان بین زن و مرد امتیازی ننهادند. از این رو زن و مرد در تمام شؤون اجتماعی مقامی برابر داشتند و گاه در عرف از این هم قدم فراتر نهاده، نه تنها زن را در خانواده برتر می دانستند، بلکه فرائنه اغلب دختران خود را به ولی عهدی انتخاب و تاج و دیهیم پادشاهی را به ایشان می سپردند. هرودوت مورخ یونانی می نویسد مردان مصری زنان را گرامی و مقدس می داشتند و کارهای خشن و پرزحمت را خود متحمل می گشتند و کارهای سبک و ظریف را به زنان واگذار می‌کردند. در تحقیقاتی هم که به وسیله باستانشناسان به عمل آمده، معلوم شده که در هزاره پنجم قبل از میلاد که زن مقام شاهی داشته، چون مرد تحت سرپرستی او و با او اشتراک مساعی می‌نموده و زن فرمان می‌رانده، در کلیه شؤون زندگی مثل تشکیل خانواده و امور تولیدی و باغداری و کشت و زرع و صید و شکار و گله‌داری و تربیت حیوانات پیشرفت‌ها و تحولاتی پدید آمده است. در این دوره دوخت و دوز و نخریزی نیز از ابداعات زنان بود و حتی به قول تجارت را در این عهد زنان آغاز کردند. یکی از مراکز فعالیت مردمان این دوره در ناحیه سیلک کاشان بوده است و آثار مکشوفه از این ناحیه بر این حقیقت دلالت دارد. یکی از رؤسای قبیله چیزپیوا درباره قدرت کار زن گفته زن برای کار آفریده شده و میتواند به اندازه دو مرد بار ببرد. حتی امروز هم در میان ایلات و عشایر و کوهنشینان و بسیاری از روستاییان دور از شهر و آبادی کشور خودمان میبینیم که بسیاری از زنان از لحاظ نفوذ کلام و قدرت جسمانی نه فقط دست کمی از مرد ندارند، بلکه از بعضی لحاظ از ایشان هم برترند. به همه امور رسیدگی می کنند و با نهایت دقت و هوشیاری وظایف خود را انجام می دهند. و زنان دهات نیز علاوه بر وظایف خانه‌داری و فرزند پروری دوش به دوش مردان در مزارع بذر می پاشند، درو می کنند، خرمن می کوبند، قالی بافی می کنند، شیر می دوشند، پشم می ریسند و لبنیات تهیه می کنند. به طور کلی در آخرین مراحل شکل کلاسیک دوران مادرشاهی، وقتی ابزار تولید انقدر تکامل یافت که ارزش اضافی از آن عاید شد و تقسیم کار و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید به ظهور رسید و جوامع ابتدایی تجزیه شد و به تدریج سیستم بردگی رایج گشت، زن به خاطر ارزش فوق‌العاده تولید نسل و زیبایی و کدبانویی از مقام سابق خود عدول کرد و به اسارت مرد درآمد. تا
تا در این مرحله از تاریخ تکاملی زندگی اجتماعی بشر به وسیله ابزار کار تکامل یافته. ارزش یا محصول اضافی برای صاحبان قدرت که مردانی بودند که تازه به دوران رسیده بودند تولید کنند. بدین ترتیب سیستم جامعه مادرشاهی و تسلط زن به علت بچه داری و گرفتاری در امور محدود خانه دستش را از فعالیت‌های آزاد گذشته کوتاه کرد و شخصیتش ضعیف گشت و جای و مقام خود را به دوره پدرشاهی داد. به عبارت دیگر زن برای یک دوره از تاریخ زندگی اجتماعی بشر تا زمانی که مقام از دست رفته خود را مجدداً احراز کند به وسیله مرد از میدان بدر شد. خب دوستان، این بود بخشی از کتاب قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ به اسم برتری زن بر مرد یا دوران مادرشاهی. خیلی نکات جالبی داشت در مورد قدرت و مقام زن که یک دوران بسیار زیادی به عنوان مادرشاهی یا برتری زن بر مرد که البته برتری نبوده، یه جوری شاید تساوی بوده که بعد مردها این قضیه رو یه جوری تصاحب کردن و شاید تا الان هم هنوز این قضیه ادامه داره و ای کاش که احترام به بانوان رو ما همیشه یاد بگیریم و از این حالت تسلط در بیاییم واقعا، چون همه مشکلاتی که توی جهان داریم به نظر من از این مسئله به وجود میاد. خیلی ممنونم از این که ما رو تماشا کردید و لطف میکنید اگر ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد، ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید و اگر انتقادی یا پیشنهادی هست لطفاً حتماً در قالب کامنت ها برام بنویسید. سپاسگزارم.